Kevin, who can apply for these building courses? Who can apply? Ideally, the people who has some sort of building experience, because the course itself is already fast-paced, that you skip the understanding some of the very common terminology that you use in building. If you don't, it's still okay, but you just need to put in a bit more hard work to understanding those traditional terminologies for buildings. Yeah, that's right. Yeah. You go, Kevin. You want to go? No, you can translate. آره آقا رضا میگن که کلا کی میتونه اپلای کنه برای اینها؟ خب کوی میگه که میتونه همه اپلای کنن، ولی ایدئالش برای کساییه که یک زمینه‌ای در زمینه ساخت و ساز در گذشته داشتن که بتونن اون موارد سنتی مربوط به ساخت و ساز رو میدونن، حالا میخوان بیان به صورت آکادمی در استرالیا اون موارد نه حالا استانداردها و اینا رو یاد بگیرن. چیزی که میگن این هستش که به هر حال اگه کسی زمینه‌ای داشته باشه توی موضوع بیلدینگ بیشتر میتونه بهش کمک کنه. و این ترمینولوژی و با اصطلاحات آشنا باشن خب خیلی براشون بهتره، و اگر آشنا نیستن خب بهتر اینه که همزمان با کورس‌ها شروع کنن کار رو که بتونن با این اصطلاحات و ترمینولوژی آشنا بشن و کمکشون میکنه، وگرنه بعد بیشتر سخت‌تر درس بخونن، خب بیشتر وقت بذارم برای درس خوندن.